آیا بازی این چنین ادامه پیدا خواهد کرد؟ نه. اتفاق من همیشه اشاره کردم و گفتم همیشه منتظر حرکت بعدی باشید. چه کسی حرکت گامبی بعدی رو شروع خواهد کرد؟ شاید در خاورمیانه. اما آنچه که مسلمه رژیم روحانی فرق داره با سیستم. وقتی ما میگیم رژیم یعنی یک حکومت، دولت، بعد تغییر میکنه یکی دیگه جاش میاد. رژیم روحانی بد بازی کرد، بسیار حقیرانه بازی کرد. حالا باید جواب اون دلواپسی ها رو بده، جواب سپاه را هم باید بده، یا باید این مذاکرات رو امضا کنه و بعد به پشتیبانی چین و روسیه فکر کنه، یا آقای روحانی میتونه بگه من هنوزم اون کلید دارم و به اصطلاح شاه کلید دست منه. ولی فکر نمی کنم. میدونی چرا؟ من وقتی برزیل رو دیدم و بعد دیدم در رسانه های ایرانی گفتن در کنار فوتبال ایران، البته بعد از اون همه نابسامانی هایی که در این فوتبال آبکی ایران وجود داره، یا مافیا بازیه یا فساده یا سپاس، معلوم نیست اونجا فوتبالی وجود داره یا نه، یک دکانه، یک بازارچه بزرگه و هم نق میزنن. من دیدم اینا گفتن ما تیم شیک با اینها میفرستیم، یعنی موافقت کردن که خودشون شیک نیستن. این رژیم نه فقط شیک نیست، باهوش هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه تمام برگاشو بازی کرد در اون کارگاه های آلترنتیو سازی و بدیل سازی، همه مهره هاشو به کار گرفت. دیگه اکثر مردم و نسل جوان به ویژه باور نمی کنن آقای نوریزاد و آقای اکبر گنجی رو، آقای ابراهیم نبوی رو، یا حتی همین خانم مسیح علی نژاد رو. من دیدم تو سایت ها چی می نویسن. رژیم به بن‌بست رسیده، اما متاسفانه کسی نیست یک حرکت جدید انجام بده. اتفاقا تصمیم داشتیم، هنوزم تصمیم داریم، یک برنامه ویژه‌ای برای جام جهانی می‌ذاشتیم، نه فقط تفسیر و اینا، یک فرم یونیک. من الان 2 ماه 3 ماه با تونی صحبت می‌کنم در این زمینه، گفتم اگر اسپانسر نیست نمی‌ارزه، به خاطر اینکه کار یونیکیه و کار خاصی است. میتونست جو خارج از کشور و داخل کشور رو تغییر بده. بعد از این جام جهانی اتفاقات بسیاری خواهد افتاد، چه در آمریکای لاتین، چه در خاورمیانه و چه در آفریقا. بنابراین گاهی بهتر آدم از زمانی که سوت اول زده میشه تا سوت آخر در بازی باشه. این هفته نیوزویک وقتی در آمد، مجله هفته نامه معتبر آمریکایی، همه ایرانی ها و آمریکایی ها غافلگیر شدند. چرا که در اون یک مقاله بود، در اون مقاله اشاره شده بود یکی از سردارهای ایرانی، حالا علی چفته میگفتن یا هر چی میگفتن، ایرانی‌ها اینجوری نوشتن، سرداری که ناپدید شده بود از 5-6 سال پیش در آمریکاست، علیرضا عسکری. نیوزویک اشاره کرده بود که ایشان آمدن و در واقع پناهندگی سیاسی گرفتن، اطلاعاتی دادن، بریفینگ شده و در واقع از زمان دولت بوش در آمریکا بوده. تحلیلایی دیدم، نظریاتی دیدم، بعضیا گفته بوده مگر میشه یک تروریست رو آورد و بهش پناهندگی داد یا با خرج مردم آمریکا از او نگهداری کرد. چرا؟ به خاطر اینکه آقای عسکری یکی از همون عواملی بود، مثل آقای دهقان که الان وزیر دفاع آقای روحانی هست، با زمانی که آقای علی اکبر معتشمی پور حزب الله رو درست کرد، اینها در لبنان بودن و در یک سری انفجارها و بمب‌گذاری‌ها نقش اساسی داشتن. این خبر از کجا آمده بود؟ از کجا این روزنامه‌نگار نیوزویکی دریافت که آقای علیرضا عسکری در آمریکاست؟ چرا تا به حال ننوشتن؟ چرا تا به حال هیچ کس خبر نداشت؟ اگه یادتون باشه رژیم جمهوری اسلامی میگفت آقای عسکری رو موساد در ترکیه ربوده و در یکی از زندان‌های اسرائیل در واقع زیر شکنجه مرده. حالا چی باید جواب بده؟ اتفاقا جالب ترین تحلیل مال نشریه کامنتری بود، سایت کامنتری، برید بخونید. یکی نوشته بود آقا من سریال هوملند رو نگاه می‌کردم، یک سریال بود، راست میگه، هوملند من ندیدم ولی میدونم، و همش داستان همین آقای عسکری بود
حتی به نوعی آقای ظریف بود و این میگو مثل اینکه سناریو رو هالیوود بهتر از ما میدونست این هوملند رو ساخته و به بازار داده. حالا از کجا فهمیدن آقای عسکری در آمریکاست؟ کتابی اخیرا منتشر شده به نام The Good Spy، نویسندش آقای کای برده. من چندین کتاب از ایشون رو خوندم، گزارشگر بسیار قوی است، داستان پردازیش قویه. این آقای کایبر رفته بود و بعد از چند سال پیگیری زندگی نامه امس رو نوشته بود، روبرت امس. روبرت امس یک سرجاسوس آمریکایی بود در لبنان، یک عربیست تمام عیار. تمام تلاشش این بود که بین فلسطینی ها، اسرائیلی ها، عرب یک همزیستی مسالمت آمیز به وجود بیاره. شخصی که این خودشه، این آقای امس بود. اون عکسی که دیدین، آقای امس تونسته بود طوری نفوذ کنه تو دستگاه عرفات که حسن سلامه، اون پسر خوشتیبی که پشت سر آقای عرفات ایستاده و اسرائیلیا به او میگفتن شاهزاده سرخ یا پرنس سرخ، و معتقد بودن ایشون عامل کشتار سربازان ورزشکاران اسرائیلی در المپیک مونیخ بود و مسائل دیگر، و چندین بارم به جان ایشون در واقع سوء قصد کردن که سرانجام با یک انفجار اتومبیل از بین رفت. آقای روبرت امس یک شخصیتی داشت که دوست می‌داشت، درست کارش اطلاعاتی و امنیتی بود، ولی همیشه دوست داشت لارنس عربستان آمریکایی باشه، یک نقشی رد پاش در روی شنزارهای تاریخ باقی بمونه، و بسیار خوب مطالعه می‌کرد و بسیارم با بسیاری از شخصیت‌های عربی منطقه آشنایی داشت، کارش این بود. اما نکته جالب چه چیزی اتفاق افتاد؟ هرگز فلسطینی ها یا دیگر عرب به جان ایشون سوء قصد نکردن. آقای امس به عنوان لارنس آمریکایی معروف بود، همه هم میدونستن رابطه هایی داره در مخصوصا در لبنان، ولی قانون بازی اطلاعاتی و جاسین است که شما با هم پیغام رد و بدل میکنید چرا آرامش به وجود بیاد، اگر نه هر روز باید کشتار بشه. ولی نکته جالبی که اتفاق افتاد، یک روز در 1982 یک کامیون در واقع رفت طرف سفارت آمریکا و اونجا رو منفجر کرد. آقای روبرت امس کشته شد و چندین نفر دیگر، و بعد هم میدونید به پایگاه تفنگداران دریایی آمریکا حمله شد، انفجار رخ داد، صدها نفر کشته شدند، به مقر سربازان فرانسوی حمله شد، و بعد همه گفتن عامل این ترورها جهاد اسلامی است، جهاد اسلامی وابسته به جمهوری اسلامی. پس بنابراین اینجاست، ما میدونیم در لبنان، در لبنان امام موسی صدری بود، یادتونه؟ ناگهان قبل از ورود امام دیگر ناپدید شد. حالا توضیحم خواهم داد چه مسائلی هست. آقای موسی صدر سعی میکرد حتی توسط آقای چمران که در واقع همیشه در کنارش بود به عنوان یک تئوریسین نظامی یا چریکی، همیشه سعی میکرد موازنه قدرت رو حفظ کنه، نه اینکه لبنان رو به آتش بکشه. اما آقای موسی صدر گم شد، ناپدید شد، مثل برف آب شد و رفت. آقای چمران هم که در جبهه کشته شد. چرا؟ یک بازی مسخره دیگری در منطقه در جریان بود، یک جریانی به نام حزب الله وارد بازی شد. آقای معتشمی پور، آقای شیخ الاسلام، همه اینا آمدن و حزب الله رو تقویت کردن. حالا آقای معتشمی پور شده اصلاح طلب، ها از آقای خاتمی هم اصلاح طلب تره. اما آقای کای به ما یه اطلاعات دیگری هم میده. آقای کای نه فقط این کتاب رو نوشت و دیدید که جزئیاتش منتشر شد، آمد یک مقاله نوشت به نام آیت الله ها، اوکی؟ همین نویسنده، میگم قدرت قلمش فوق العاده است در داستان پردازی و ارائه مطلب. آقای کای یک مطلب نوشته به نام آیت الله، اوکی؟ آیت الله ها. وقتی شما این مطلب رو میخونید، اسرار خاصی در ارتباط با آغازین روزای انقلاب ایران، آقای بهشتی، ناپدید شدن آقای امام موسی صدر، چگونه حتی اینها آمدن، همین آقای امس به این آقای به نام جورج کیو که امنیتی های آمریکا
آمدن به یزدی بازرگان اطلاعاتی دادن در رابطه با حمله احتمالی عراق و صدام. آقایون با اینا ارتباط داشتن ولی آقای امیر انتظام قربانی کردن. در این اگه نگاه کنید این گروه ملی مذهبی ها اول آمد، یعنی بزرگترین کلک و رو دستی که خورد از خمینی این بود که باورشون شد، صاحب قدرت شدن و به آمریکایی ها فهماندن ما هستیم. آقای یزدی رابط بود، اما در این میان تنها قربانی آقای امیر انتظام بود. چرا؟ به خاطر در همین مقالم آمده آقای امیر انتظام چندین بار با اینا ملاقات کرده و حتی اطلاعات خوبی به دولت داده، چون اولا آدم شیکی بود، آدم باسوادی بود، مثل بقیه زشت و انقلابی نبود. بعد اینا قربانیش کردن. و جالب این که در شرایط که توضیح میده که این ملی مذهبی ها، این دولت موقت چگونه سعی میکرد یک ارتباط هایی به وجود بیاره، مثل امروز که آقای ظریف و بقیه به وجود میارن، و بعد در اونجا میاد میپردازه با آقای بهشتی، زیباترین بخشش بهشتیه، و حتی چنین توصیف میکنه که جمهوری اسلامی یک کمپانی مثلا کم ملیتی، اینجوری بگیم آقای بهشتی مدیر عاملشه. گوش کنید این بهشتی چی اصلا نابغه بود در حرف زدن. برادران، خواهران عزیز، بیدار باشید ای زنان و مردان پرخروش انقلابی کشور ما، هوشیار باشید. از همه چنون باید حکومتی را انتخاب کنید که در آن حکومت عامل زور و عامل تحمیل به هیچ عنوان برای رسیدن به هیچ سمتی از سمتهای اجتماعی مورد بهره برداری احدی قرار نگیرد. این پایه اساسی است. به نظر ما همه مسائل دیگر باید از اینجا مایه بگیره و از این طریق تامین بشه، از طریق من ندارم دخالت آگاهانه زن و مرد مسلمان متعهد در تعیین سرنوشت خیش و در تعیین فرد یا گروهی به عنوان زمامدار امت. این یک پایه اساسی. خوب، هر حکومتی که بر اساس رأی آزاد مردم سر کار بیاد میتونه جمهوری اسلامی باشه؟ نه، این شرط لازم هست ولی شرط کافی نیست. ببینید در اون مقالم آمده که آقای بهشتی گرداننده بازی بود، خمینی فقط سمبولش بود، پوستر انقلاب بود. و بعد توضیح میده حتی وقتی بسیاری از این ماموران اطلاعاتی با آقای بهشتی صحبت میکردن، حتی شک داشتن که بهشتی باید در ناپدید شدن امام موسی صدرم دست داشته باشه. حتی فکر میکردن که آقای بهشتی گرداننده اول بازیه. و جالب این که ما دیدیم همون گونه که آقای امام موسی صدر رو از بین بردن، همون گونه که ملی مذهبی ها رو تارمار کردن، خانه نشینشون کردن، آقای بهشتی هم از صحنه خارج شد. بنابراین من این چنین برداشت میکنم، دارن سیگنال میدن. وقتی اینها کتاب منتشر میکنن و مقاله منتشر میکنن یعنی سیگنال میدن. حالا چه سیگنالی میدن؟ بعدا متوجه خواهیم شد. اونها متوجه خواهند شد که در آمریکا ادعی دارن به اونها میفهمانن. شاید تاریخ مصرف جمهوری اسلامی به پایان رسیده. اتفاقا بچه های محله امید در روی دیوار فیسبوک چیزای نکات بسیار جالبی نیست. این آقای وطن دوست نامی هست، تحلیل ها و مقاله های بسیار جالبی رو می نویسه و حتی یک نکته بسیار ظریفی دوستی نوشته بود در رابطه با همین به اصطلاح آزادی های یواشکی، توضیحات بسیار جالبی داده بود. کوشان مادم یک نکته جالبی نوشته بود یک مصاحبه نگاه میکردم، شاه میگفت ما از تمدن بزرگ صحبت میکنیم، ادهی به ما میگن وحشت بزرگ دارد میآید و این وحشت بزرگ آمد. بنابراین بیایید این عصر وحشت بزرگ رو، پروندش رو ببندیم. این رژیم زشت نمیتونه این نسل آینده و شیک ایران رو به مقصد برسونه. نگاه کنید از هر فرصتی این سیندرلاها
از هر فرصتی استفاده کنن، چه در خارج چه در داخل، چه هنرپیشه چه انسان‌های عادی، ایرانیان عادی، سعی میکنن واکنش نشون بدن. این واقعیت، واقعیت اینه، میخوان از یک رژیم زشت عبور کنن. امیدواریم که یک مقدار، یک مقدار لابلای خطوط رو بخونید، زود به هیجان نیایید، یواشکی رو دست نخورید.